بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين اللهم كن لوليك الله حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سخن درباره خطبه آقا امیر المومنین سلام الله علیه بوده است که جناب حمام ابن عبادت ابن خسیم ابن اخی ربیع ابن خیثم نقل می کند که مرد جلیل القدری است این بزرگوار و از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود ایشون کان آبدن ناسکن مشتهدا شخصی آبدی بود و شخصی بوده است که به سنت پیغمبر خدا متنسک بود و شخصی بود کوشش کننده در امور عبادت مرد وارسته بوده است این چنین شخصیتی این خطبه را نقل می کند که ما قبلا در باره مقدمات خطبه مقداری بحث کرده ایم الان رسیده ایم به صفات متقین اولین صفاتی را که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میفرماید و بیان میفرماید اون آنها را میفرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل متقون کسانی هستند که در دنیا دارای فضائل هستند فضیلت های فراوانی دارند خب اصلا فضائل به چه معناست؟ ما اول فضائل را معنا کنیم سپس برسیم به صفات دیگر متقین فضائل همونطوری که از آقا امیر سلام الله علیه نقل شده است میفرماید الفضائل و اجناسن و ها بر چهار نوع هستند بر چهار قسم هستند احدها الحکمه یکی از آنها حکمت است و قوامها فی الفکره جایگاه این حکمت در مرکز تفکر است حکمت را جای او فکرت قرار دادند دوم العفه دومین قسم از فضیلت افت است و مرکز آن را و قوامها از مرکز او را قوه شهوانیه تشکیل می دهد و سالس القوه سومین قسم او را قوت و تنومندی تشکیل می دهد که قوامش و مرکز او را قوه قذبیه تشکیل می دهد و قوامها فی الغضب چهارم العدل صفت چهارم و قسم چهارم را عدالت تشکیل می دهد و قوام و مرکز او را اعتدال قوای نفس قرار می دهد. فی اعتدال قوا نفس این چهار قسم از اقسام فضائل است ما یکی یکی اینها را بررسی می کنیم. اول فرمودن حکمت حکمت چیه؟ حکمت هم در گفتار است و هم در کردار است که بر وفق حق و حقیقت باشد حکمت را این چنینی تعریف کردن علما فرمودن به این که حکمت آن است که انسان در اقوال و کردار بر وفق حق و حقیقت باشد این تعریفی است که آیان از حکمت کردهاند. یا راغب اصفهانی در باب حکمت میگوید شما لغت را نگاه کنید میگد به این که حکمت رسیدن به حق است به واسطه علم و عقل این معانی حکمت است در لغت اما حکمت در روایات اهل بیت علیهم السلام یک چیز جالبی معنا شده است سلیمان ابن خالد است که نقل می کند از آقا امام صادق سلام الله علیه در زیل آیه شریفه و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا سلیمان ابن خالد است از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل می کند در زیل آیه شریفه و من یوت الحکمه فقط اوتی خیران کثیرا حکمت را جالب معنا می کند این فقال توجه بفرمایید ان الحکمه المعرفة والتفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم حكمة شناختاس يك دو فهم در الدين و کسی که فهم در دین پیدا کند از شماها اون شخص حکیم است پس حکمت به نظر آقا امام صادق سلام الله علیه این نیست به اینکه انسان عالم به یک مش اصطلاحات باشد بلکه حکمت به نظر امام صادق سلام الله علیه آن است که انسان شناخت به نسب به دین داشته باشد و دین را درک کند به اون کیفیتی را که خدای جائل دین جعل فرمودند و حکمت آن است به اینکه انسان در خداشناسی به حد اعلا رسیده باشد خداشناس حکیم است پیغمبرشناس، شناس حکیم است امامشناس، امام شناس حکیم است اون امام مفترض تا را که خدا طاعت او را و اطاعت او را بر مردم واجب نموده است او را بشناسد و پیروی از او بنماید و احکام الهیه را همون طوری که هست کاملا مطلع باشد و به او پایبند باشد حکمت به این معناست در لسان ائمه پس شخص متقی آن است که دارای فضائل باشد و اولین فضیلت حکمت است اولین قدمی را که شخص متقی باید بردارد آن است به اینکه شخصی باشد حکیم یعنی شخصی باشد دارای شناخت اعدا و دارای فقه و فهم عالی و دینش را بفهمد چون منشأ برای انحراف و منشأ برای سقوط همان است که انسان دین خودش را نفهمد چون اگر دین را فهمید و مسئله اهدن الصراط المستقیم در را درک کرد غهرن به او پای بند می شود وقتی که پای بند شد نتیجه دن ترقی می کند وقتی که ترقی کرد غهرن به مبدع اعلا بهتر قرب پیدا می کند چون احکام الهیه فی الحقیقه مقرب مقربات برای مبدع اعلا هست لذا آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در اون خطبه حجت الوداع می فرماید و ما قریب به این مضمون و ما یقربکم الى الله الا وقد امرتکم به و ما یبعدکم عن الله الا وقد نهیتکم عن اون چرا که موجب قرب الهی باشد و آنچرا که موجب برای نزدیک شدنه به اون نور الهی باشد همان است که من به شما امر کرده ام یعنی عوامر رسول خدا و به تبع او عوامر اول امر به امامان معصوم موجب برای قرب به حضرت حق می شود که نهایت کمال انسانی است و آنچرا که انسان را از خدا دور می کند و موجب سقوط انسان در دره زلالت می شود اون چیزهایی استش که پیغمبر خدا و علو الام و ائمه معصومین از او نهی کردند اوامر و نواهی الهی موجب برای قرب است و موجبات برای باده از کمال است پس انسان کامل آن انسانی را گویند که به عوامر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام پایبند باشد چرا چون اینها چیزهایی هستش که انسان را به خدا نزدیک می کند اوامر و نواهی همان است که علماء ما از او استنبات می و اسمشون را واجبات و محرمات می گذارند. واجبات الهیه عمل کردن به او منشأ برای تقرب به خدا می شود و نواهی خدا را ترک کردن منشأ می شود که انسان به دره زلالت سقوط نکند اینها منشأند برای این غذایا پس اگر حکیم باشد و شناخت داشته باشد خدا را بشناسد عبادت او یک عبادت دیگری خواهد شد و اطاعت او اطاعت خاصی خواهد گردید وقتی که انسان حکمت به او عنایت شود دیگر در نماز قضیه ای نعبد و ایا نستعین را یک جور دیگری بیان می کند وقتی را که انسان حکیم شود در گفتارش و در کردارش مطابق با حق و حقیقت که همان کلمات معصومین می باشد نطق می کند به همون کلمات بیان می کند لسان او می شود لسان حکیمانه و زبان او مرکز حکمت و فکر او مرکز تفقه در دین خواهد شد دین خدا را بهتر میفهمد و دین خدا را بهتر عمل می کند پس اول انسان حکیم باشد حکمت منشأ تقوای به معنای واقعی است چون خود تقوا به معنای اجتناب محرمات و انجام واجبات است شخص متقی اون کسی هست که حکیم باشد تفقه دردین بکند البته لازم نیست تفقه دردین حتما به مرحله اجتهاد باشد تا آقایان بفرمایند خب پس ما که مجتهد نیستیم دیگه نمیتوانیم پس حکیم باشیم نه رساله عملیه مراجع تقلید خودت را هم بلد باشی شما فقیه دردین میشوی و بر طبق او عمل بکنی اون زمان حکیم میشوی خدا حکمت را در لسانت جاری خواهد کرد مطابق, با حق صحبت خواهی کرد مطابق با حق عمل خواهی کرد خدا به حق امام زمان و به حق اولیاء گرامش همه ما را توفیق بر تفقه در دین و توفیق در عمل به دین انایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته